سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. شاید برای همسن و سالای ما پدیده مزاحم تلفنی خیلی چیز جذابی بود. وقتی که میتونستیم به خونه این و اون زنگ بزنیم، مزاحم بشیم، پوف کنیم بدون اینکه شمارمون بیفته. من فکر میکردم یعنی که فقط من پسر زنگ میزدیم مزاحم میشیم، ولی شما دخترم انگار زنگ میزدیم. دعا کن آمارش هیچ وقت دهن نیاد که به چه جاهای زنگ زدیم. ولی از سال 1980 تا سال 2000 تقریبا پدیده مزاحم تلفنی میتونست توی آمریکا خیلی چیز ترسناکی باشه. یعنی خب ما تو ایران آمار آنچنانی نداریم مثلا از اینجور چیزا، ولی توی آمریکا که یه ذره فضا بازتره و پرونده های جنایی در موردش صحبت میشه، پدیده مزاحم تلفنی هیچ وقت جایگاه خوبی نداشته. بنابراین من بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم این داستان رو شروع کنیم با هم. دوروتی جین اسکات در سال 1947 در آناهایم کالیفرنیا متولد شد. زمانی که 28 سالش بود به طور اتفاقی باردار میشه و پسرش رو هم به دنیا میاره. در مورد پدر پسرش چیز زیادی در دسترس نیستش. یعنی اطلاعات خاصی نیست، فقط یه آدمی بوده که باهاش رابطه داشته و ازش بچه داشته. و بعد هم خیلی از همدیگه دور بودن، یه چیزی حدود 3000 کیلومتر، و عملا این آقا هیچ نقشی توی زندگی دوروتی و پسرش نداشته. دوروتی به عنوان یک مادر مجرد همراه با خالش در یک خونه زندگی میکرده. 20 دقیقه تا شهر آناهایم فاصله داشته اینجایی که زندگی میکرده. هر روز صبح هم قبل از اینکه بره سر کار پسرش رو میآورد میذاشت خونه پدر و مادرش، چرا که پدر و مادرش و محل کارش نزدیک بودن. گفته شده دوروتی آدم گوشه‌گیری بوده، بیشتر وقتش رو توی کلیسا میگذرونده یا با پسرش وقت میگذرونده، اصلا اهل خوشگذرونی، اینکه دوست داشته باشه یا بره با آدما بره بیرون، مواد مخدر بزنه. مثل جوونه اون دوران نبوده یعنی؟ نه اصلا، سرش تو لاک خودش بوده، زندگیشو میکرده، دوتا شغل داشته و فول تایم کار میکرده. در اوایل سال 1980 بود که دوروتی توی محل کارش یه سری تماسای مشکوک دریافت کرد. قبل از اینکه جلوتر بریم باید بهتون بگم جایی که کار میکرده یه مغازه حدودا خرازی طور بوده، یعنی چیزای مختلف میفروختن، وسایل مواد مخدر، وسایل مواد مخدر. آره دیگه، مثلا پایپ مال ماریجوانا اینجور چیزا. تو اینا رو خوب بلدی. اینجور چیزا میفروختن، به عبارتی مغازه برای تیپ هیپی بوده، درست گفتم دیگه نه؟ آره، هیپی های آمریکا که اصلا چی بودن، به حساب موهای بلند داشتن و موزیکای عجیب غریب گوش میکردن و بود و اینجور چیزا روشن میکردن. از اینجور چیزا برای اینجور آدم ها بوده این مغازه. و خب دوروتی هیچ وقت با این آدم ها سر کار نداشته، بیشتر وقتا پشت مغازه فعال بوده و سفارش ها رو آماده میکرده، به روحیش هم میخورده چون دوستنش با آدم ها در ارتباط باشه. خلاصه تو اون مغازه کار میکرده. این مغازه قبلا برای پدرش بوده، ولی خب پدرش این مغازه رو میفروشه، ولی دوروتی همچنان اونجا کار میکرده، فول تایم هم کار میکرده. در اوایل سال 1980 بود که دوروتی توی محل کارش یه سری تماسهای مشکوک گرفت. تماسهایی که یه زمانهایی شروع میکرد در مورد این صحبت میکرد و میگفت که من عاشقتم، من خیلی دوستت دارم، من میپرستمت. دوباره فرداش زنگ میزد میگفت که من از تو متنفرم، من تو رو میکشم. حتی یه سری جمله ها داشت، گفته من یه زمانی تو رو راحت میذارم که تک تکت کنم و کسی نتونه پیدات کنه. یعنی به اسم صدای یه شخص بوده دیگه، خودش میگفته که زنگ میزده بهش، اصلا صدای یه شخص بوده، انگار که یه عاشق مثلا دیوونه بوده، کلا عقل نداشته، مشخص نیست کیه. ولی خب خود دوروتی میگفته که صدا برام آشناست ولی نمیدونم کیه. مثلا اینه که تو صدای یه نفر رو یه جایی شنیده باشی ولی اون صدا رو ته ذهن داشته باشی ولی نمیدونست کیه. وگرنه حتی پلیس اومد صدا رو ضبط کرد ولی هیچکس نمیتونست این صدا رو تشخیص بده که ببینه مال کیه. اما این مزاحم تلفنی خیلی فراتر رفت، یعنی فراتر از این که بگه من تو رو دوست دارم، شروع کرد به اطلاعات دادن. مثلا به دوروتی میگفت که تو امروز چه لباس پوشیدی،
امروز کجا رفتی؟ امروز با کی حرف زدی؟ ساعت چند رفتی خونه؟ و خب این آدم رو دیگه میترسون که یه نفر داره تو رو تعقیب میکنه و تو نمیفهمی که کی داره دنبالت میکنه، چه کار میکنه. و دروتی اینقدر از این مسئله ترسیده بود که به پلیس گفتن، حتی اومدن شنود نصب کردن، ولی نمیتونستم بفهمن که چیه. و این تماسا ماها بود که ادامه داشت. دروتی حتی به این فکر کرد که کلاس کاراته بره، هنرهای رزمی یاد بگیره که بتونه از خودش دفاع کنه. که مثلا اگه این موقعی بهش حمله کرد بتونه خودش رو دفاع کنه. رفت اسلحه بخره، ولی اسلحه رو میترسید بخره. احساس میگرد که چون پسر کوچیک داره 4 سالشه، پسرش اسلحه رو ورداره باهاش بازی کنه، اتفاقی افتاد. بازی دیگه تشخیص نمیده که چیز واقعی ممکنه صدمه بزنه. برای همین میگفت که نگران این بود که مثلا اینو برداره و نتونست اینو بخره. و دروتی از این مسئله خیلی نگران بود. حتی یک بار مرد بهش زنگ زد و گفت که بیا بیرون، برات یه هدیه ای دارم. و دروتی موقعی که از خونه رفت بیرون دید که روی کاپوت ماشینش یک گل روز مرده است. و خب این نمیدونست که چه نشونه ای میتونه براش داشته باشه. مثلا اون که نشونه بدیه. خب وقتی کسی بخواد مثلا گل برای کسی بگیره چیزی، مثلا گل تازه میگیره، نه اینکه گل خوش شده براش بیاد. خب این آدم مریض بوده دیگه، وگرنه که این حرفا رو نمیزده. یه چند روزی بود از این تماسای مشکوک خبری نبود و دروتی خیلی احساس آرامش میکرد و فکر میکرد که خب این مزاحم تلفنی دیگه تموم شده و دنبالش نمیاد. تا اینکه در 28 مه سال 1980 طبق همیشه یه جلسه بود توی اون فروشگاه که کارمندا همه دور هم جمع میشدن و در اون جلسه صحبت میکردن. زمانی که نشسته بودن دروتی احساس کرد که یکی از همکاراش به اسم آقای کنراد حالش بده، عرق کرده، گرمشه، انگار مریضه، حالش دست خودش نیست. و یک کم که دقت کرد دید روی بازوی کنراد یه رد قرمزی وجود داره که اون رد هی داره بزرگ و بزرگتر میشه. جلسه رو همونجا استاپ کرد و گفت که من میخوام که کنراد رو ببرم به بیمارستان، احساس میکنم که کمک پزشکی لازم داره. اومد که کمکش کنه بلند شه، این آقای کنراد نتونست بلند شه. بنابراین یه خانمی بود به اسم خانم پم، اون هم کمک کرد، گفت منم باهاتون میام بیمارستان تا این آقا رو ببریم بیمارستان، برسونیم ببینیم که چی شده. دروتی بهشون گفت قبل از این که بریم بیمارستان من باید به خانوادم خبر بدم که دیرتر میام پسرمو بر میدارم، دارم باهاتون میام بیمارستان. بنابراین رفتن در خونه خانواده دروتی وایسادن و دروتی رفت خونه، از پسرش سر زد، به مادرش اینا گفت که من دیرتر میام. و مادرش بهش گفت که دروتی الان شبه، این روسری که بستی دور گردنت رو در بیار تا من یه روسری قرمز گرمتر بهت بدم. اونو بست دور گردنش و اینا با هم رفتن به بیمارستان. وقتی رسیدن اونجا بیمارستان اورژانس چک کرد و گفت که این آقای کنراد توسط عنکبوت بیوه سیاه گزیده شده. همینجا بهتون بگم که زهر این عنکبوت 15 برابر مار زنگی خطرناک تره. گفته شده که در اورژانس به کنراد آنتیبیوتیک تزریق کردن تا جلوی عفونت رو بگیرن و تمام مدت دروتی و پم هم توی لابی نشسته بودن، با هم مجله میخوندن، تلویزیون یه گاهی نگاه میکردن، با هم صحبت میکردن و تمام مدت این دوتا از هم جدا نشدن طبق چیزهایی که پم گفته. بعد از اینکه روند درمان کنراد تموم میشه و دکتر بهشون نسخه میده، میرن که داروها رو بگیرن. اونجا بوده که دروتی میگه که ببین کنراد خیلی حالش بده، من نمیخوام تا پارکینگ پیاده روی کنه، من میرم توالت. بعد از اینکه رفتم توالت میرم ماشین رو میارم که در از پارکینگ ماشین رو میارم در بیمارستان که کنراد مجبور نشه پیاده روی کنه، حالش بده. و میره از درهای بیمارستان میره بیرون و این آخرین باری بوده که دروتی زنده دیده میشه. دوست داشت همین آقای کنراد و خانم پم حدود 20 دقیقه منتظر میمونن ولی هیچ خبری از دروتی نمیشه. یکم نگران میشن، میگن که خب حتما ماشینش اتفاقی براش افتاده. پیاده به راه میزنن که بیان سمت پارکینگ. اما وقتی داشتن نزدیک پارکینگ میشدن یه ماشین واگن سفید رو مثل ماشین دروتی میبینن که با سرعت داره از جلوشون رد میشه.
وقتی که پلیس بهشون گفته که شما مطمئنین که دوروتی پشت اون ماشین بوده یا نه، گفتن نه، چرا که چراغای ماشین باز بوده، توی صورتمون بوده و ما نتونستیم چهره اون کسی که پشت ماشین نشسته رو ببینیم. یعنی حتی مطمئن نبودن که اون ماشین دوروتی هستش یا نه، اصلا دوروتی هست یا نه. برای همین نمیبینن که چه کسی پشت ماشین نشسته. و یه چیز دیگه هم که اشاره میکنن اینه که یه ماشین دیگه هم بلافاصله با سرعت از جلوشون رد میشه. به نظر میاد که دنبال همون ماشین واگن سفیده. خب با خودشون میگن که حتما برای پسرش اتفاق افتاده، یه اتفاق شوم افتاده، این برفته ببینه چه خبره. ما رو اینجا که ول نمی کن، چون دوروتی خودش گفته بیایم بریم دکتر. آره دیگه، ولی خب آخه ماشین پشتی دوباره چی میگه که با سر اومده؟ حالا اونو نمیدونن، اونو هنوز مطمئن نیستن که با ماشین دوروتی ارتباطی داره یا نه. اینو صرفا بعد از اینکه با پلیس صحبت کردن توی ذهنشون اومد که یه ماشینم داشته بعدش میومده. خلاصه صبر میکنن، میبینن که نه، خبری نیست. خودشون گفتن حدود 2 ساعت صبر میکنن. بعد که میبینن خبری نیست، به پدر و مادر دوروتی زنگ میزنن و میگن که آیا دوروتی خونه است، اومده اونجا پسرشو برداشته یا نه؟ که اونا میگن نه، دوروتی نیومده، مگه دوروتی با شما بیمارستان نیست؟ که کنراد اینا میگن نه، این ما رو اینجا ول کرده و رفته. همین هم میشه که به پلیس زنگ میزنن و اعلام میکنن که یه نفر اینجا بوده، داشته رانندگی میکرده و رفته. پلیس هم خیلی ریلکس بهشون میگه که میالم بزرگساله، ما نمیتونیم کاری بکنیم، دلش میخواسته این رفته رانندگی کنه و کاری از ما بر نمیاد. تا اینکه اون روز ساعت 4:30 صبح در 16 کیلومتری بیمارستان خبر میرسه که یه ماشین واگن سفید در حال آتش گرفتنه و داره توی آتش میسوزه. وقتی که پلیس میرسه اونجا میفهمه که این ماشین، ماشین دوروتیه و خودش داخلش نیست، مشخص نیست چرا آتش گرفته، اصلا کی آتشش زده. با پیدا شدن ماشین دوروتی، عملا دوروتی دیگه مفقود شده اعلام شد. هر چقدر که پلیس میگشت کمتر چیزی پیدا میکرد، یعنی هیچی نمیتونستن تو گذشته این آدم پیدا کنن. تقریبا 2 هفته بعد از مفقود شدنش تلفن خونه پدر و مادرش زنگ خورد و اون آقایی که پشت خط بود گفت که آیا شما با دوروتی جین اسکات نسبتی دارین؟ مادر دوروتی هم گفت بله، به این امید بود که شاید یه نفر زنگ زده اطلاعاتی بده. اما اون مرد گفت که من دوروتی رو گرفتم و تق تلفن رو قطع کرد. دیگه کارش هم این بود، هر چهارشنبه زنگ میزد یه سری اطلاعات میداد. پلیس به خانواده دوروتی گفته بود که اطلاعاتی ندین، با رسانه ها مصاحبه نکنین، بذارین این پرونده ساکت بمونه که ما بتونیم قاتل رو بگیریم. کلن شیوه پلیس آمریکا همینه، یه پرونده ای که اتفاق میفته میگه سکوت کنین تا ما بفهمیم چه خبره. البته این پلیس ها فکر میکنم بی‌عرضه‌تر از این حرفا بودن، اگه نبودن که میتونستن قطعا یه چیزی پیدا کنن. خلاصه پدر دوروتی مدت صبر میکنه، اما میبینه که نه، واقعا هیچ خبری دستش نمیاد. تصمیم میگیره که ماجرایی که اتفاق افتاده رو خیلی سربسته بدون اینکه اطلاعاتی بدن به روزنامه ها بدن. میده اطلاعاتو و جایزه هم میذاره $2,500 برای کسی که بتونه از دخترش خبری بیاره. در 12 ژوئن سال 1980 یک مقاله چاپ شد در روزنامه و داستان گم شدن دوروتی رو گفتن بدون اینکه اطلاعات زیادی بدن. به محض اینکه این روزنامه چاپ شد، یک مردی به دفتر سردبیر زنگ زد و گفت که من عاشق دوروتی بودم، دوروتی عاشق من بوده، ولی من دیدمش که با یک مرد دیگه است و به من خیانت میکنه. من بهش گفتم ولی اون قبول نکرده که به من خیانت کرده، برای همین من گرفتمش و کشتمش. و همچنین ادعای دیگه ای هم کرد. اون به روزنامه ها گفت که دوروتی به خاطر کنراد رفته بیمارستان چون عنکبوت بیوه سیاه گزیدتش. اون گفت که دوروتی یک روسری قرمز دور گردنش داشته. اطلاعاتی که به روزنامه ها داده نشده بود. بنابراین ما میتونیم اینطوری تصور کنیم که واقعا کسی که دوروتی رو دزدیده به روزنامه زنگ زده.
و همچنین اون گفت که من از کجا فهمیدم که دوروتی تو بیمارستانه؟ از اونجایی که دوروتی از بیمارستان با من تماس گرفته و به من گفته که در حال حاضر به خاطر کنراد توی بیمارستانه. خب نگاه کن، الان پم گفته بود که دوروتی از پیش من تکون نخورده و همش پیش من بوده، پس چجوری میتونه که دوروتی رفته باشه زنگ زده باشه؟ پس اینجا یا پم داره دروغ میگه یا این مردی که پشت تلفنه؟ اصلا اینا همه علامت سوال همین، چون پم میگفت که ما تمام دو ساعتی که توی بیمارستان بودیم دوروتی از کنار من تکون نخورده و پیش من بوده. تلویزیون میدیدیم؟ آره، میگفت اصلا نشده. حتی اینا رفتن تماسایی که توی بیمارستان گرفته شده بود رو هم چک کردن ولی نتونستن یعنی چیزی در بیارن که بگن آره مثلا اون شب دوروتی زنگ زده. یعنی ما نمیدونیم، یعنی حتی اگه فکر کنیم که دوروتی اون موقعی که آخر کار رفته توالت رفته زنگ زده، بازم اون شخص من فکر نمی‌کنم خودش رو دو سه دقیقه بتونه برسونه. از یه طرف دیگه خانواده دوروتی میگفتن که دوروتی دوست پسری نداشته، با کسی در ارتباط نبوده. گفتم یه بچه 14 ساله داشته، ساعتی که میرفته و میومده مشخص بوده. اگر یک شب بچهشو میذاشت میرفت ما باید میفهمیدیم. اگه با کسی میرفت دیدن، با کسی قرار میذاشت، یا با بچهشو میذاشت پیش پدر و مادرش یا پیش عمش دیگه، بالاخره معلوم میشد. هیچ چیز مشخصی وجود نداره که مثلا دوروتی بگی که یک دوست پسر مخفی داشته، یک معشوقه مخفی داشته، یا حداقل خودش باید پام شد میرفت خونه اون معشوقه، یا اون میاد. بالاخره یکی این وسط میدید دیگه اینا رو، ولی هیچی نبود که مثلا بتونن حدس بزنن. اومدن با تمام کارمندایی که دوروتی باشون کار میکرد مصاحبه کردن، ولی نتونستن چیز زیادی پیدا کنن که مثلا نشون بده که ارتباطی دارن، چون واقعا اطلاعات خاصی نداشتن. و یه چیز رو ما باید در نظر بگیریم، به غیر از پم و به غیر از کنراد و به غیر از خانواده دوروتی و اون کارمندایی که توی اون شرکت بودن، توی اون مغازه بودن، کسی نمیدونست که اینا رفتن بیمارستان. یعنی علنا یا با دوروتی واقعا به کسی زنگ زده باشه یا تعقیبش کرده بوده باشه، ولی بازم اگه تعقیبش کرده از کجا فهمیده که برای عنکبوت گزیدگی رفته بیمارستان؟ میدونی؟ یعنی اینجا یه علامت سوال بزرگه. با تمام کارمندا صحبت کردن ولی هیچ کدوم از کارمندا اطلاعاتی نداشتن. همچنین اومدم با پدر پسر دوروتی هم صحبت کردم، معشوقه سابقش که پدر پسرشه، اون که اصلا 3000 کیلومتر اون طرف بود و مدرک داشت، گفت من سر کار بودم اینا هست، اصلا فرصت نداشتم بیام دوروتی رو بدزدم و بکشمش و حالا هرچی، و واقعا نتونستم به جای دست پیدا کنم. این تماس ها با مادر دوروتی به مدت 4 سال ادامه داشت. یعنی این آدمی که دوروتی رو ربوده بود، هر 4 شنبه وقتی که متوجه می شد که پدر دوروتی از خونه رفته بیرون زنگ می زد و خیلی کوتاه با مادر دوروتی حرف می زد. گاهی وقتا می گفت که من دوروتی رو کشتم، گاهی وقتا می گفت دوروتی زنده است، گاهی وقتا می گفت توی کشور دیگه است. اصلا مشخص نبود فازش چیه، ولی به نظر می اومد که واقعا دوروتی مرده. تا اینکه یه 4 شنبه بود، به جای اینکه این فرد صبح زنگ بزنه شب زنگ زد و ظاهرا حواسش نبود که پدر دوروتی خونه است، و این بار پدر دوروتی تلفن رو جواب داد، اما به محض اینکه صدای این مرد رو شنید تلفن رو قطع کرد. و من نمیدونم چرا تلفن رو قطع کرد، بیشتر فکر میکنم که شاید به خاطر این بوده که احساس میکرده که پدر دوروتی صداشو بشناسه. شاید این بوده، شاید هم این بوده که مثلا خودش که مثلا اونا رو میشناخته، مثلا یه ترسی از پدر دوروتی داشته، یا مثلا اینکه باش ترس داشته که صحبت کنه. اصلا من حس شخصی خودم اینه که این کسی که دوروتی رو دزدیده با پدر دوروتی مشکل داشته. میدونی چرا؟ چون آدم وقتی که با یه نفر مشکل داره بیشتر سعی میکنه به اون چیز عزیزی که داره ضربه بزنه. شاید مثلا وگرنه که تو دوروتی رو بردی کشتی تموم شد دیگه. یه زنگ بزنی 4 سال خانواده رو اذیت کنی واسه برای چی اونا رو عذاب؟ مثلا وقتی بهش فکر میکنی خیلی ترسناکه که فکر مثلا تو بچه‌ت رو بدزدن، بعد هر 4 شنبه بهت زنگ بزنن، هی حرفای مختلف بزنن. و خب صداش رو هم ضبط کردن، ولی واقعا پدر دوروتی هم نمیتونست این صدا رو تشخیص بده. تا اینکه در سال 1984 بود که یک کارگری داشت روی ساختمون کار میکرد، همین که بیل زد اسکلتای یه سگی ریخت بیرون، یعنی یه اسکلت سگی سوخته ریخت بیرون،
من نمیدونم که چه اتفاق میفته که یکم عمیق‌تر بیل میزنه. ببینم مثلا شاید سگای بیشتری مثلا اونجا باشه کشته باشن. من نمیدونم چرا این کار کردن، فکر نمی‌کنم اینا با عقل جور در بیاد، ولی خب بیل میزنه زیر سگه. بعد از اینکه جنازه اون اسکلتو میده کنار، زیر سگه جنازه آدم پیدا میکنه. البته جنازه نبوده، جمجمه سر بوده، بازوها بوده، ران پا بوده، ولی استخونا سوخته بودن، یعنی به معنای واقعی سوخته بودن. و پلیس میگفت که در سال 1982 اون منطقه آتش سوزی شده بوده و احتمالاً این سگه و دوروتی از خیلی قبل‌تر اینجا دفن شده بودن و در اون آتش سوزی اینها سوختن. ولی این که چرا اول جنازه دوروتی دفن شده، روش خاک ریخته شده، بعد سگ رو دفن کردن روش خاک ریختن، مشخص نیست. ولی من یه سری جا خوندم گفتن که بو رو از بین می‌برده، یعنی مثلا اگر یک وقتی بیان اونجا رو حفر کنن، اون بوی سگ بوی جنازه آدم رو از بین میبره. مثلا فکر کنن سگ مثلا جسد یا به چیزی مثلا بیاد پیدا کنه، شاید. آره میگفتن اینم احتمال داره، ولی میگفتن که اگر یک کسی بو رو احساس کرد فکر کنه بوی این سگ مرده است. ولی خب واقعا مشخص نیست که چرا اون سگ اونجا دفن شده. همراه با اون اسکلتی که پیدا شد، یه دونه انگشتر و یه دونه ساعت هم پیدا شد که مادر دوروتی گفت که اینا متعلق به دختر منه. ساعت روز 29 رو نشون میداد، ساعت 12:30، یعنی یک ساعت بعد از اینکه دوروتی رو بوده شده بود، ساعتش هم از کار افتاده بود. و این خیلی به نظرم جالبه که یعنی خود قاتل ساعت رو از کار انداخته، چون برجت با ساعت باتری داره یه کار میکنه. مثلا که بر اثر ضربه چیزی مثلا. آره واقعا چجوری شده که ساعت روی اون یک ساعت بعد استاپ کرده؟ یعنی میتونیم اینجوری فکر کنیم که دوروتی یک ساعت بعدش مرده بوده دیگه. یعنی قاتل فقط انقدر وسواس داشته که می‌خواسته بکشتش. گزارش های دندون پزشکی رو در آوردن و تایید کردن که این جنازه، این اسکلت هایی که پیدا شده متعلق به دوروتیه. و خب خانوادش به یه آرامش خاصی رسیدن. همچنین پسرش رو هم خیلی از خانواده اصرار داشتن که بدن به فرزند خوندگی، ولی پدر و مادر دوروتی قبول نکردن و نوه‌شون رو خودشون بزرگ کردن. و قاتل داستان ما آخرین تماسش رو هم گرفت به خونه دوروتی و با مادر دوروتی صحبت کرد و گفت که آیا دوروتی خونه است الان؟ و من نمیدونم مادر دوروتی چی جواب داده، حتما هم تلفن رو قطع کرده دیگه، ولی عملا دیگه زخم زبون آخرش رو زده. این پرونده برعکس خیلی از پرونده های دیگه مظنونی وجود نداره. یکی از دلایلی که من به شخصه فکر میکنم که این پرونده مظنون نداره به خاطر اینه که کسی که دوروتی رو دزدیده یک نفر بوده و آدم های دیگه شریک نبودن. یکی از دلایلش هم میشه این باشه که سال 1980 خب سالی بوده که این مثلا اثر انگشت و اینجور چیز داشته، مختلف نبوده. آره ولی ببین مثلا ما مثل خیلی از پرونده های دیگه یه سری حرف و شایعه و اینا باید بشنویم. اتفاقا شایعه هم وجود داشت در مورد یک مردی به اسم مایک باتلر. این آقا غریبه بود توی اون شهر، مهاجرت کرده بود، اومده بود توی اون شهر زندگی میکرد. زندگی متفاوتی داشت، آدم خیلی مسیحی سفت و سخت بود، کار به کار کسی نداشت، قبلا توی ارتش بود، مهاجر بود، ذاتاً آمریکایی نبود و مردم بهش نظر خوبی نداشتن. بعد از اینکه از ارتش میاد بیرون، توی ارتش به عنوان عکاس و فیلمبردار و نویسنده کار میکرده. از ارتش که میاد بیرون میره توی کار تعمیر لوازم خونه و لوازم یدکی. در زمان روبوده شدن دوروتی، مایک، این آقای مایک باتلر، مغازش دقیقا روبروی مغازه‌ای بوده که دوروتی توش کار میکرده. برای همین خیلی ها معتقدن که میتونسته زاخسیاه دوروتی رو چوب بزنه و از اون مهمتر خواهرش هم توی مغازه همکار دوروتی بوده. برای همین میگم میتونسته به اطلاعات دسترسی داشته باشه. میتونسته مثلا حتی چه میدونم خواهرش هم مثلا در سعی میاد چیزی بهش میگه مثلا تو ذهنش بسپره از اون استفاده بکنه. آره. برای همین میگن که شاید دوروتی مثلا صدای این آقای مایک باتلر رو شنیده ولی یادش نمیاد، چند بار با هم صحبت کردن. ولی از همون دوران هم هیچ چیز سفت و سختی وجود نداشت، صرفا یه سری حرف بود که میزدن و یه دم میگفتن که شما به خاطر این حس نجات پرستی که دارین، به خاطر اعتقاداتی که دارین، دارین مایک باتلر رو قربانی میکنین، به خاطر اینکه خارجیه دارین قربانیش میکنین. ولی واقعا چیز در موردش وجود نداشت که بخوای بگی مظنونه، میشناسه.
یه عده دیگه گفتن که احتمال داره کار قاتل طلایی باشه. این پرونده رو حالا به زودی زود بررسی خواهیمش کرد. اگر بدونید خیلی آدم کشته این قاتل طلایی و تا مدت ها نمیتونستن بشناسنش و بعد هم به وسیله دی ان ای پیداش میکنن. این قاتل طلایی هم قبل از این که بره اون آدم ها رو بکشه بهشون زنگ میزده، تهدیدشون میکرده و بعد میرفته توی خونه خودشون میکشتشون. یه سری شباهت ها داره به خاطر همین تماس ها، چون به دورتی هم تماس می شده، ولی خب قاتل طلایی به کسی زنگ نمی زده بگه من دوستت دارم، ولی این کسی که به دورتی زنگ می زده می گفته که من تو رو دوست دارم. چهار سال هم اینجوری گیر بده و اکثر وقتها کسایی که می کشته رو تو خونه خود همون شخص مقتول می کشته، نه اینکه به دوزدتش. برای همین میگن احتمال نداره کار این آدم باشه. ولی یه چند تا علامت سوال هم وجود داره. اینکه پم و کنراد از کجا شما تلفن پدر و مادر دوروتی رو آوردن که زنگ زدن بهشون و گفتن که دخترتون رفته، آیا اومده پیش شما یا نه؟ میگن که چقدر احتمال داره که اونا شما تلفن رو داشته باشن و خیلی برای همه سواله که اینا از کجا داشتن. دقیقاً، چون به خاطر اینکه آدم مثلا تلفن رو موقع تلفن هم حفظ میکردن دیگه، مثل الان نبوده. بعد تلفن حالا 4 تا فامیل نزدیک آدم میتونه حفظ بکنه و حفظ میکرده، ولی اینکه مثلا بیای شما تلفن خونه همکارتو حفظ کنی خیلی مسخره است. و خب همه میگفتن که اینا از کجا آورده. پسر دوروتی میگه که شاید به خاطر اینکه پدر بزرگم قبلا صاحب اون مغازه بوده، این پم و کنراد شما تلفن رو داشتن. و واقعا جای سوال داره که اینا شما تلفن از کجا داشتن. پسر دوروتی راست بگه، ولی خب چون موقع بازم مواقع استری ممکنه مثلا لازم میشده که زنگ بزنن به صاحب کارشون. یکی از نظریه هایی که وجود داره اینه که احتمال داره که دوروتی دوست پسر مخفی داشته باشه. من همیشه به این مسئله فکر میکنم، به خاطر اینکه دوروتی اگر واقعا خیلی آدم گوشه‌گیری بود یا مثلا مذهبی بود، چرا از یه آدمی باردار شد که باشه ازدواج نکرده بود؟ یعنی توی رابطه نبود که مثلا بگی که ازش باردار شده، صرفا از یه آدمی که دیده بودش یکی دوبار باردار شده بود. و من فکر میکنم مثلا احتمالش رو داره که مثلا از یه آدمی اینجوری از با یه آدمی اینجوری در رابطه باشه و بعدم مثلا ولش کرده و طرف هم اینجوری گیر بوده. اون آدم آره مریض روانی بوده که این کارو کرده. به هر جهت این پرونده حل نشده است. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه. هفته دیگه یه پرونده حل شده و جنجالی داریم، مخصوص کسایی که پرونده های حل شده رو دوست دارن. و همینطور اگه میخواین از ما حمایت کنین، باید ما رو سابسکرایب کنین که ما بتونیم به کارمون ادامه بدیم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.